بار دیگر خطاب به وی رسید: آنچه خدا پاک کرده است تو حرام مخوان. خواهران و دوستان و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستارتون سارا رو بپذیرید. در شهر قیصریه یک افسر رومی به نام کورنلیوس زندگی می کرد که فرمانده هنگی بود معروف به ایتالیایی. او شخصی خداپرست و پرهیزکار بود و خانواده‌ای خدا ترس داشت. کورنلیوس با سخاوت به فقرای اسرائیلی کمک می کرد و به درگاه خدا دعا می نمود. یک روز ساعت 3 بعد از ظهر در رویا فرشته خدا رو دید. فرشته نزد او آمد و گفت: کورنلیوس. کورنلیوس با وحشت به او خیره شد و پرسید: آقا چه فرمایشی دارید؟ فرشته جواب داد: دعاها و نیکوکاری های تو از نظر خدا دور نمانده است. اکنون چند نفر به یافا به دنبال شمعون پتروس بفرست تا به دیدن تو بیاید. او در خانه شمعون چرمساز که خانهش در کنار دریاست مهمان است. وقتی فرشته ناپدید شد، کورنلیوس دو نفر از نوکران خود رو با یک سرباز خداشناس که محافظ او بود فراخواند و جریان رو به اونا گفت و اونها رو به یافا فرستاد. روز بعد وقتی این افراد به شهر یافا نزدیک می شدن، پتروس به پشت بام رفت تا دعا کند. ظهر بود و پتروس گرسنه شد. در همون حال که خوراک را آماده می کردن، پتروس در عالم رویا دید که آسمان باز شد و سفره بزرگ به طرف زمین آمد که از چهار گوشه آویزان بود. در آن سفره همه نوع حیوان و حشره و پرنده وحشی وجود داشت که خوردن آنها برای یهودیان حرام بود. سپس صدایی به پتروس گفت: برخیز و هر کدام را که می‌خواهی ذبح کن و بخور. پتروس گفت: خداوندا، من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. در تمام عمرم هرگز گوشت حرام نخوردم. باز آن صدا گفت: دستور خدا را رد نکن. اگر خدا چیزی را حلال می‌خواند، تو آن را حرام مخوان. این رویا سه بار تکرار شد. سپس آن سفره به آسمان بالا رفت. پتروس گیج شده بود، چون نه معنی این رویا را می‌دونست و نمی‌دونست که باید چیکار بکنه. در همین وقت اون سه نفری که کورنلیوس فرستاده بود خونه را پیدا کردند. به دم در رسیده بودند و گفتند: آیا شمعون معروف به پتروس در اینجا اقامت دارد؟ در حالتی که پتروس درباره رویا فکر میکرد، روح القدس به او گفت: سه نفر آمدن تو را ببینند. برخیز و از ایشان استقبال کن و با خوشی همراه ایشان برو، چون من ایشان را فرستادم. پتروس پایین رفت و به ایشان گفت: من پتروس هستم. چه فرمایشی دارید؟ جواب دادند: ما از جانب کورنلیوس فرمانده رومی آمده ایم. او شخص نیکوکار و خدا ترسی است و مورد احترام یهودیان نیز می باشد. فرشته نیز به او ظاهر شده گفته است که به دنبال شما بفرستد و سخنان شما را بشنود. پتروس آنان را به خانه برد و پذیرایی کرد. روز بعد با ایشان به قیصریه رفت. چند نفر از ایمانداران یافا نیز با او رفتند. فردای آن روز به قیصریه رسیدند. کورنلیوس بستگان و دوستان نزدیک خود رو جمع کرده بود و انتظار اونا رو میکشید. به محض اینکه پتروس وارد خانه شد، کورنلیوس در مقابل او به خاک افتاد تا او رو بپرسته. اما پتروس گفت: برخیز، من نیز مانند تو یک انسانم. پس برخاسته گفتگو کنان به اتاقی که دیگران در آن جمع بودند رفتند. پتروس به ایشان گفت: شما خود می دانید که قوانین یهود اجازه نمی دهد که من به خانه شخصی غیر یهودی بیایم، ولی خدا در رؤیا به من نشان داده است که هرگز نباید کسی را نجس بدانم. از این رو وقتی شما به دنبال من فرستادید، بیچون و چرا آمدم. حالا بفرمایید به چه علت مرا خواستید؟ کورنلیوس جواب داد: 4 روز پیش در همین وقت طبق عادت
مشغول دعا بودم که ناگهان دیدم شخصی با لباس نورانی روبروی من ایستاده است. او به من گفت: کورنلیوس، خدا دعاهای تو را شنیده است و کمکهای تو را در حق مردم قبول کرده است. حال چند نفر را به یافا بفرست و شمعون پتروس را دعوت کن تا اینجا بیاید. او در خانه شمعون چرمساز که خانه اش در ساحل دریاست مهمان است. پس بیدرنگ به دنبال شما فرستادم و شما نیز لطف کرده زود آمدید. اینک منتظریم که بدانیم خداوند چه فرموده است تا به ما بگویید. آنگاه پتروس جواب داد: حالا می فهمم که فقط یهودیان محبوب خدا نیستند، بلکه هر کس از هر نژاد و قومی که خدا را بپرستد و کارهای نیکو بکند مورد پسند او واقع می شود. شما یقینا از آن بشارت و مژده‌ای که خدا به قوم اسرائیل داده آگاه می باشید، یعنی این مژده که انسان می تواند به وسیله عیسی مسیح که خداوند هم است به سوی خدا بازگردد. این پیغام و این وقایع با تعمید یحیی آغاز شد و از جلیل به تمام یهودیه رسید و بدون شک می دانید که خدا عیسی ناصری را مسیح تعیین کرد و با روح القدس و قدرت خود به این دنیا فرستاد. او به همه جا می رفت، کارهای نیک انجام می داد و تمام کسانی را که اسیر ارواح ناپاک بودند شفا می داد، زیرا خدا با او بود و ما رسولان شاهد تمام اعمالی هستیم که او در سرتاسر اسرائیل و در اورشلیم انجام داد. و در همان شهر بود که او را بر صلیب کشتند، ولی سه روز بعد خدا او را زنده کرد و او را به شاهدانی که از پیش انتخاب کرده بود ظاهر فرمود. البته همه مردم او را ندیدند، بلکه فقط ما که بعد از زنده شدنش با او خوردیم و نوشیدیم شاهد این واقعه عظیم بود و خدا ما را فرستاد تا این خبر خوش را به همه بدهیم و بگوییم که خدا عیسی را تعیین نموده تا داور زندگان و مردگان باشد. تمام پیغمبران نیز در کتاب آسمانی ما نوشتند که هر کس به عیسی ایمان بیاورد گناهانش بخشیده خواهد شد. هنوز سخنان پتروس تمام نشده بود که روح القدس بر تمام شنوندگان نازل شد. یهودیانی که همراه پتروس اومده بودند وقتی دیدند که روح القدس به غیر یهودیان نیز عطا شده مات و مبهوت موندند، ولی جای شک باقی نمود، چون می‌شنیدند که همه به زبان‌های مختلف سخن میگن و خدا رو تمجید میکنن. آنگاه پتروس گفت: اکنون که ایشان مانند ما روح القدس را یافتند، آیا کسی میتواند به من اعتراض کند که چرا تعمیدشان میدهم؟ پس به نام عیسی مسیح ایشان را غسل تعمید داد. خب عزیزان من، امیدوارم که روز خوب و پربرکتی رو در پیش داشته باشید. تا برنامه آینده شما رو به دست خدا می سپارم و خدا نگهدار. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتان را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید. چرا من رنجور باشم؟ در تردیدها به آرزو نرسم،
دشت بهرم فدا، پوست به فکر گنجشکم، دانم مرا نیز دارم، پوست به فکر گنجشکم، دانم مرا نیز دارم. خانم سرود شدی دارم در قلبم مسیح، اوز به فکر گنجشگان، دانم مرا نیز دارم. همیشه خوشحال باشی، عیسی گوید همین، ترس هایم نابود شود هرگاه مرا خواند، گر راهم تاریک بود نورش امیدم دهد، اوست به فکر گنجشکان، دانم مرا نیز دارد، اوست به فکر گنجشکان، دانم مرا نیز دارد. سرود شادی دارم در قلبم مسیح، اوز به فکر گنجشکان، دانم مرا نیز دارم. چون در تجربه افتم ابرها تیره گردم، سرودم ناله گردم، امیدم من شدم، دعا کنم به عیسی گنجشکان، دارم مرا نیز دارم، اوست به فکر گنجشکان، دارم مرا نیز دارم. خانم سرود شدی دارم در قلبم مسیح، اوز به فکر گنجشکان، دانم مرا نیز دارم. موسیقی